نگفتید که بفروش احمد توکلی نماینده تهران و رئیس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در آخرین روزهای این دوره مجلس برخی همکاران خود را به دریافت رشوه از دولت متهم کرده است او گفته است فیلمی از یکی از نمایندگان مجلس در اختیار دارد که در یک سخنرانی به رشوه برای برخی نمایندگان حامی دولت اشاره کرده و گفته وقتی وزرا به مجلس می آمدند از ما انتظار داشتند که به نفع آنها رأی دهیم و ما نیز رأی میدادیم بعد از موفقیت وزیران شماره حساب میدادیم تا به حساب ما پول واریز کنند با اینکه چند روز از این اتهام توکلی علیه دولت و برخی همکارانش در مجلس گذشته هنوز آنها واکنشی نشان ندادند آقای کردان در زمان استیزاه علی کردان وزیر کشور به خاطر مدرک جلی در سال 87 فاش شد نماینده دولت برای جلب رأی نمایندگان چکهایی به مبلغ 5 میلیون تومان بین آنها توضیح می کند. دولت خیلی زود به این خبر واکنش نشان داد و اعلام کرد این کمک متداول است و ربطی به رأی اعتماد به علی کردان ندارد. رئیس جمهور محترم میخواهند خصوصا در وزارتخانه های حساس در غیاب مخالفان دولت مجلس ایران در اختیار اصولگرایان است مدت آنها به دو دسته تقسیم شدند حامیان و منتقدان احمدی نژاد حمید رسایی و روح الله حسینیان چهرهای سرشناس حامی دولت در مجلس هم. در مقابل علی متحری و احمد توکلی حامیان سابق احمدی نژاد و حالا منتقد دولت این منتقدان احمدی نژاد میگویند دولت برای جلب نظر برخی نمایندگان هر کاری کرده حتی اهدای کیف پول مشابه روشی که در پرونده اختلاس 3000 میلیارد تومانی رخ داد تا کنون ده جلسه محاکمه عوامل فساد بزرگ بانکی برگزار شده و در دادگاه اعلام شده که متهمان به برخی مسئولان دولتی کیفهای پر از دلار به عنوان رشوه پرداخت کردند. اختلاف مجلس و دولت در ماهای اخیر با افشای نقش دولت در اختلاس 3000 میلیارد تومانی بیشتر شده از برخی نزدیکان احمدی نژاد به عنوان حامیان عوامل اختلاس نام برده می شود اما محمود احمدی نژاد اتهام ارتباط دولت خود را با متهمان پرونده اختلاس رد کرده است و باید با تمام قدرت با مفاسد اقتصادی برخورد کنه مقامات قضایی اعلام کردند در رسیدگی به پرونده فساد بزرگ بانکی همه متهمان احضار می شود. اما تا کنون تنها چند مسئول رد میانی وزارت ها در دادگاه حاضر شدند از چند نماینده مجلس هم در پرونده اختلاس نام برده شده که البته آنها هم هنوز در دادگاه حاضر نشدند روز یک قرار است هفت متهم جدید و یک مقام مطلع در یازدهمین جلسه دادگاه عوامل اختلاس سه هزار میلیارد تومانی حاضر شوند آرش سیگارتی صدای آمریکا